جفتمونو بگیره. یه تکون بخور. ببین الان دارم با ساینا ویدیو یوتیوب میگیرم. اوکی بدم ری پلی مود که اومده ای؟ سلام. چیزی که میگی چیه خب؟ نمیدونی؟ گشتا اول ویدیو خودش میگه. من الان چجوری بگم تو دوست صمیمی؟ 2000 years later. یعنی ویدیو دیدم اول همه ویدیو رو میگم اینو. یادم نمیمونه برای چی میبر یادم نمیمونه. سلام من ساینام، این آدرس اینستاگرامه. امروز با دوستم سرمه میخوام ویدیو بگیریم که جواب سوالای شما رو بدیم. سلام به چنل من خیلی خوش اومدین. اسم من ساینام، این سرمه است. اینجا به من تاکید فراوون کردن که نگو تنها دوست صمیمیم، یکی از دوستای صمیمیم، یکی دیگه از دوستامو تو این ویدیو دیدین میذارم بالا ببینین. امروز من یه کوشن باکس گذاشته بودم تو اینستاگرامم که گفتم هر سوالی راجع به فرندشیپ و اینا دارین از همون بپرسین. من و سرمه حدوداً 10 ساله که با هم دوستیم. دوست اینطوری. اینو دوباره باید منشن، احساس میکنم همه جا باید منشن کنم. ما تو یه روز و یه سال و یه ماه به دنیا اومدیم، تقریبا یه روز اختلاف سنی داریم. واسه همین توی این 10 سال دیگه تقریبا با هم بزرگ شدیم و خیلی چیزا هم شبیه همه. مامانم هم که همش به ما میگه شما شبیه دو قلوایین، فقط رنگ موهاتون فرق داره. خلاصه هیچی دیگه، سوالا دست منه. من سوالا رو دیدم. من ندیدم واقعا، ولی سرمه ندیده و من خیلی میخندم به این سوال. آها و چون یه سری سوالا واقعا جوری که دیدم جواب دادنی نیست، یا خدا. من یه چیزی در نظر گرفتم که بخوام بخورم. راستش یه قاشق این ماه بخور یا یه گوش بده. اولش می‌خواستم شات در نظر بگیرم، من احساس کردم که خیلی مجازات محسوب نمیشه. در نتیجه سرم قرقرود دوست نداره، براش یه قالب قرقرود آوردم. قالب ولی خب حالا کل شده بودم، ولی من خودم چون قرقرود دوست دارم مجبور شدم مجازات خودم رو یه چیز دیگه بذارم. این یه ادویه تنده اگه آها ممنونم بگیره. آره خیلی تنده، ممنونم گوشه 15 که فرق میکنه شارژرش با گوشه. بله خیلی تنده و اینا، اونو بر خودم گرفتم که اگه نخواستم سوال یه یک وای سرسا. نه اوکیه، سوال اول با مزه. به خودت هم پشت قلب گرفتم. به خود سوال اول خیلی چیده. برو ببین. مزم خیلی هم ناز الان احساساتی هم میشی. نشه چی تو رفاقت باعث میشه که رفاقت پایدار بشه؟ اوه واو. خیلی ناز میشه. این که آدما مدلشون دستت بیاد و سعی نکنی آدم رو تغییر بدی و اون مدل دستت باشه و باش کنار میای. مثلا چیزای بد نه، ولی مثلا اگه میدونی یکی مثلا اینتروورت تو 4 تا جا مثلا قرار نیست باهات بیاد، خب مثلا این جزء این آدمه. مثلا این چیزو به خودت نزن که یارو مثلا دوستی با منو نمیخواد، یارو مثلا نمیخواد بیاد بیرون، نمیخواد فلان باشه اینا. اون آدم دوست داره، ولی لاو لنگویج اونا رو یاد بگیری و بدونی که مثلا لاو لنگویج هر کی با هر کی دیگه فرق میکنه و با رفتاره یکی کنار میای. و به نظر من بعد یه چند سالی که تو دیگه خیلی با این رفتار کنار میای دیگه کنار اومدی، دیگه ازش گذشتی و موافقم. ولی اینم بهت بگم، من به نظرم آدما توی سنایی میتونن این کار کنن. من الان نمیتونم رفتار کنم اصلا، منم الان حاضر نیستم با یکی با یه آدم مثلا یه دوستی مثلا هزار سال اوکی تو اینطوری حالا تا یاد بگیرم تا مدلش دستم بیاد. ولی موافقم، منم به نظر من چیزی که باعث شد بعد مثلا 3 سال 4 سال یا دوستی ما بکشه به 10 سال این بود، چون جفتمونم توی شرایطی بودیم که خیلی چیزامون تغییر کرد تو زندگی و با این بالا پایینه خیلی با هم کنار اومدیم. واسه همین به نظرم کمک کرد. خوب بود دیگه، ریلکس شدیم. خیلی خیلی آره، فکر کنم سوالی مثلا دارو که سن. نه اوایلش خیلی همه چی اوکیه. خب یکی نوشته که چرا فرانسه رو انتخاب کردیم برای مهاجرت. شما مهاجرت کردید؟ مهاجرت نکردم. شما این سوال رو من واقعا دیگه فکر می‌کنم 500 بار این سوال جواب دادم. خب جواب نه سوالات بورینگ. یه دونه سوال اینجا دارم، یه دونه ویدیو اینجا دارم.
اینجا میذارم بر تو. یکی دیگه دوباره دارم. همه رو میذارم. واقعا 10 بار جواب دادم که چرا مهاجرت کردم. میشه یه چیز بامزه دیگه هم بگم. مامانم این وسط برمون نوشته شما چرا مثل دو قلوهای از مادر جدا از پدر سوا هستی؟ ولی به نظرم ما در این حال خیلی هم تفاوت داریم. خیلی. آره. نه ولی واقعا یعنی سارینا این ورد اغرب مغرب نمیتونم این برش من این برش مثلا یه سری طرز تفکرم ولی خب وقتی که با هم فکر میکنیم بالاخره یه حد وسطی داریم به نظر من یه سری چیزا اونم خیلی بی خودی شبیه هم. آره ترو یعنی مثلا مخصوصا تو سبک زندگی نوع غذا خوردن لباس پوشیدن ورزش کردن اینا هم خیلی شبیه هم ولی مثلا طرز تفکراتمون تو یه سری چیزا هم دو عقربه مغرب یکی نمیشه چجور رفیقی خوبه رفیقی که پایه باشه رفیقی که تو رو جاج نکنه به نظر منم واقعا اصلا جاجت نکنه یعنی در هیچ سرکمستنسی جاجت نکنه واقعا ما خیلی اینو به هم میگیم ولی فقط این نه در این حال یه سری جام بشناتت سر جاش با اینکه جاجت نمیکنه یعنی حرفشو بگه بشنات سر جاش ولی در این حال تو هر تصمیم گرفتی جاجت نکنه بلا به اون تصمیمه یکی از دوستای بدجنس هم از اون سوال کرده که شما الکلی هستین اینو برسیده نه منم میگم نه چرا وقت اینقدر که ورزش کردیم الکل نخورد واقعا روزی 3 بار داریم ورزش من چرا میرم که این سوال رو نمیشه اجازه بدیم بعدم که ببخشید این سوالو میذارم به خاطر اینکه خیلی نازه سوال نیست در واقع نشه که سارینا بیشتر ولاگ بذار واقعا دیدن ولاگات مثل دنبال کردن سریال برام جذابه مرسی واقعا مرسی که من دنبال میکنی خیلی به چون که من توش نبودم Do you have a boyfriend؟ من؟ نه منم میگه یا تو میگه من که نه یه آقای سوال کردن اسمشون رو هاید میکنم ولی فکر کنم مثلا ایرانی هم نیستن خیر شاید دوستمونه من که نه خیر سوال بعدی یه بار که دعوا کردین رو تعریف کنین وای من که یادمه من کدومو میخوای بگی؟ من حالا اجازه بده بگم سارینا ما سارینا اجازه بدین که اینو خدمتتون اعلام کنن که سارینا خیلی واقعا در سالهای زیادی نه در طول سالهای زیادی میشه من یه بخورم تو نه تعریف کنم نه من اجازه بدی نمیخوام بگم خیلی سال پیش ما رفته بودیم یه جای خارج شهر داشتیم آب بازی می‌کردیم خواهش می‌کنم بذار من اینو بخورم نه اصلا چه بدی نیست من حالا هنوز که تا به این امروز من نمیدونم که این تو این چی بود ولی ما همه داشتیم آب بازی می‌کردیم من رفتم از یخچال همه چیزی که این آب معدنی بود منم که از خدا بی‌خبر حالا هنوز میگم نمیدونم که من این چی بود ولی من این آب معدنی رو که من به اسم آب معدنی ریختم حالا من واقعا نمیدونم تا امروز هم فکر میکنم آب معدنی بود ولی سارینا اینطوری کرد که این اسم عرق بوده توش مثلا خب عرق رو پر کرده تو آب معدنی من کجا باید میدونستم حضورن عرق وقتی میریزن تو بطری آب معدنی خب یه دورش رو میکنن یه کاری میکنن من اینو ریختم سارینا بعد منم یکم آدم مغرور و این داستانی هستم و خیلی بهم برمیخوره که جوری یکی دیگه بخواد با من بد حرف بزنه یهو سارینا جلوی جمع شروع کرد داد و بیداد کردن سر من که مگه نمیفهمی تو هم کجا اومدی برای چی نمیدونم اینو ریختی رو من بعد چی کرد بدن من که همینطوری نگاش کردم در دفاع خودم اجازه بده برگشت بگم چشام سوخته بود رفتم یک گوشه های های گریه بعد نمیخواستم آدمو بفهمن من دارم گریه میکنم که از غرورم مثلا نه یا در این حالت جلو دو تا آدم ناآشنا با من دعوا کرده بود و اینا ولی خب یه برشاشتی کردیم دیگه یه خاطره دیگه هم نه آروم باش ولی در دفاع از خودم من بگم که چشام بسیار سوخته بود و بسیار میشه این خاطره هم میگم نه این خیلی با من نه میرم سوال بعدی احساسی امیدو به خدا بگم اگه خواستی کاتش نه اصلا اگه خواستی کامنت بزن نرکن تعریف میکنم اصلا به نظرم راجع به اینکه چقدر دوستی های عمیق دخترانه تو زندگی میتونه مهم باشه حرف بزنیم بی نهایت تا دوستی های دخترانه سالم و مفید واقعا من به نظرم ما توی موضوع خیلی خوششانس بودیم به خاطر اینکه من خیلی آدم ها رو میبینم تو زندگی هاشون
یه دخترایی توی زندگیشونه که واقعا از 100 تا دشمن براشون بدتره. انقدر به نظر من بهتره که لزوما اسم اینو نذارن که یه دخترایی تو زندگیشونه، نه دوستای دخترانه، یعنی بین دخترا منظورم. حالا هر دوستی میتونه، خب پسر با پسرم یه دوستی باشه. آره آره باشه. هر کسی به نظر من دوست خوب یا بد واقعا فرقی به جنسیتش نمیکنه. واقعا اگه آدما فکر میکنن که دخترا ممکنه دوستیای برتری داشته باشن، واقعا جامعه اون دخترا رو اینطوری کرده و اون مردسالاری دخترا رو اینطوری کرده که یه فرند میازن یه دوستای بدی بودن. آره موافقم. ولی خب به نظرم خیلی تاثیر مثبتش 100 برابر. خیلی اگه اون دوستی مثبت باشه خیلی قراره تاثیر مثبت بذاره، که میگم اون جاج نکردنه توش باشه، در این حال تو رو نظرهای درست رو بهش بگی، فکر میکنی چی درسته بگی، ولی در این حال یارو اگه اون کاری که مثلا تو فکر میکنی یا نکرد قرار نیست جاجش کنی که چرا این کار رو نکرد. واقعا ما جفتمون هم خیلی رابطه نزدیکی با خانواده هامون داریم، ولی یه موقع های این دوستیه اصلا یه کاری کرده که مثلا شاید نمیتونستیم مثلا با خانوادهمون اونقدر عمیق در میون بذاریم و اینو. به نظرم خیلی کمک کرد. خب دیگه به نظرم خیلی عمیق شدیم. یکی دیگه باز دوباره بپرسید دعوایی که داشتین سر کی بوده؟ دعوایی که داشتین سر کی بوده؟ سر کس خاصی دعوا نداشتیم. نه اگر داشتیم خیلی کوچیک بودیم. مثلا 15 16 سالی که شاید مثلا سر چهار تا چیز مسخره و چهار تا آدم مسخره دعوا کرده بودیم، ولی دیگه میگم دیگه تو اون سن آدمی هستی که کنار میای با این چیزا و با هم گرو میکنین، با هم شخصیتاتون واقعا رشد پیدا میکنه. و واقعا در آخر اون آدما مثلا 90 درصدشون دیگه تو زندگی ما نیستن و مثلا ما همچنان تو زندگی هم موندیم مثلا. آره و واقعا آدمای دوری قراره برن و بمونن، این رفاقت واسه میمونه و این داستان. تا حالا از یه پسر خوشتون اومده؟ جفتمون؟ همزمان. اگه در حد کراش باشه زیاد هر روز هم برای هم میفرستیم. نه اونا سلیبیتی های خارجی و حساب نیست اینا، ولی یه بار تو دو تا زمان متفاوت. ولی بعدش هم مثلا میگم یه باز بعدش هم که هیچ چیزی که نرمه وقتی دیگه اون فرنشی به اون قبلی باشه. ولی خیلی کوچیک بودیم. آره خیلی هم کوچیک نبودیم ولی آره. تو کدوم سنی میگی؟ مثلا دوبار. ولی خب میگم واقعا بعدش هیچ گونه دلخوری نبوده بعد. نه هیچ وقت. ولی آره بیشتر سلبریتی کراش داریم که یکی چند تاشو میخواید بگم؟ یکی از چرا رابطه یکیشو بگم. اون بازیگر تو شف بازی میکنه کیه؟ اسمشو یادم. عکسشو میذارم براتون اینجا. خیلی قشنگ. ببین با اینکه یارو هیچ قیافه ای نداره. اصلی ترینش اون پسره تو بریجرتونه. اون اسمش چی بود؟ نمیدونم. یکی سوال از شما پرسیده که چرا ما رو به شام به آشپزخونه خصوصیتون دعوت نمی کنی؟ من خیلی کلن شامایی که میذارم خیلی پرایوته و واسه سکیوریتی هایی که باید تو هر مکانی که این شاما برگزار میشه بالاخره، خب چون توی محیط پرایوتیه و جای پابلیکی نیست و توی رستوران نیست، خیلی دوست دارم همه بتونم میام، ولی واقعا از لحاظ امنیت برام امکان پذیر نیست که بتونم هر کسی رو راه بدم و با اینکه خیلی دوست دارم و تو فکرم هم هست که حتما یه مثلا پاپ اپ دینرایی توی یه سری رستوران بزنم که آدم بتونم بیان، ولی واقعا از من خورده نگیریم. پرسیدن که کی از همه بدمستره بین من و تو سن. اصلا من تو تمام ایموشن های زندگی مثلا اگه خوشحال باشم انقدر خوشحالم میکنه، اگه ناراحت باشم انقدر ناراحت، اگه عصبانی باشم مثلا این واسه مشروب بر همه وجود داره. من بابام همیشه میگه مشروب همه چیو تر میکنه، خوشحال باشی خوشحال ترت میکنه، ناراحت باشی خوشحال ناراحت ترت میکنه. ولی خب میگم من تو همه زندگی مادم خود دو مثلا اینطوری هم که به کسی نشون ندم، اگه ناراحت باشم ناراحت ترم هم کرده باشه مثلا یه ماسک و صورتی برای آدم میذارم که نه من مثلا خیلی اوکی هم مثلا شب اصلا ناراحت نیستم. این هم به نظرم تو جواب بده، به خاطر اینکه من خیلی پاریس رو دوست دارم، ولی تو با من کسی که حالا برای بار چهارم اومدی ویزیت شاید بتونی جواب بدیم. میگه درسته که تو پاریس همه جور آدمی هست، واسه همین اصلا امن نیست و مردم بی فرهنگن. درسته به نظرم خیلی به نظر نسبت کشور اروپایی دیگه
آدم ها خیلی بیفرهنگ هم، چون واقعا از هر فرهنگی و هر مدلی از آدم ها لزوما فرهنگ هم نه هستش و اتفاقا اصلا اونقدر امنیت نداره، اونقدر فرهنگ نداره، ولی خب شما میتونید جاهایی و اون کامیونیتی رو پیدا کنید که اون آدم ها شوید جاشن. همونطور که ماها مثلا خیلی از آدم ها تو ایران خیلی بی فرهنگه، ولی تو اون کامیونیتی رو داری که بالاخره یه فرهنگ و یه شعوری از خودشون دارن. واسه این برنظر من برای ما ایرانی ها اونقدر، من فکر کنم تو ویدیوهای قبلی من اینو گفتم، پاریس خیلی شبیه تهران میمونه تو یه سری مسائل، در عین اینکه ممکنه مثلا شما آدم بی فرهنگ و نمیدونم شهر نسبتاً کثیف‌تری از شهرهای دیگه باشه، ولی در عین حال یه کوالیتی داره که مثلا شهرهای دیگه به نظر من ندارن. خیلی هم بهتر شده بعد المپیک، میگم من مثلا سه بار اومده بودم ولی واقعا بعد المپیک خیلی همه فرق کردن، ولی که خیلی همه جو تمیزتره، خیلی آدم و ویلکامینگ ترن، خیلی بیشتر انگلیسی حرف میزنن. موافقم. بخواین همدیگر با یک کلمه توصیف کنین، چون یک کلمه ببین واقعا نمیخوام با این یک کلمه توصیف کنمت، ولی چیزیه که میاد تو ذهنم. تو رو خدا نگو بخور، اگه میخوای مثلا چیز بدی بگی نگو، بد نیست، ولی من توصیف تو این میاد تو ذهنم. چیز بعدی بگی تو توصیفت میگم بابای پلو. میتونی بیپ کنی؟ بگو. سلیته. بیپ نداره ولی واقعا همین یک کلمه میاد. نه نمیدونم دوست وفادار، نمیدونم راز توصیف کن مثلا. خب من که نمیتونم میگم مثلا مهربان مثلا. چرا نمیتونی بگی مثلا خوشقص؟ نه ولی خب توصیفت مثلا نمیدونم خوشحال. تو من توصیف کن. بیشعور مثلا نه میخواد تلافی کنه. بلد نیست با کلمه ها حرف بزنه. نه. یک کلمه. یک کلمه. اولین چیزی که باید بیاد تو ذهنم رو باید بهش فکر کنم. آره دیگه، خب منم اولین چیزی که اومد. اولین چیزی که توصیفش کنم پای است. تو خیلی پایه ای. قبول دارم. مرسی. مثلا واقعا پایه خیلی چیزا هستی که مثلا به هر کی بگی ممکنه بگه نه، ولی الان این سوالی که میخوام بپرسم واقعا توی کدومتون ممکنه که برنامه رو لحظه آخر کنسل کنه؟ من میگی یعنی ببین من میام مثلا هزار تا جا حوصله ندارم میام، ولی دیگه یه جایی میرسه که دیگه این سوشال بتریه و اینا که این همه مدت جمعش کردم دیگه به یک نقطه منفی میرسه که ممکنه که لحظه آخر، ولی خیلی کم این کارو میکنم. نه ولی این کار من مثلا اصلا این کارو نمیکنم. من خیلی برام اهمیت داره که مثلا آدما به من گفتن که میای، گفتم میام. من که تو بیشتر میدونی که خیلی برام اهمیت داره، ولی واقعا از یه جا یه جاهای اینجوری هم که سوار مثلا لطفا خودت اولویت قرار بده و امروز مثلا بمون. وای چرا داری میخندی؟ وای چه کدوم اخلاقتونه که به صورت مخفیانه خب اذیتتون میکنه؟ ولی مخفیانه نیست، هر چی بوده و نبوده رو به نظر من بارها به هم گفتیم. واقعا آره تو مخفیانه از من داری خیلی. انقدر مخفیانه ارسمو در میاری. نه بگو تو بگو. هیچی نداری؟ مخفیانه ندارم، آشکار دارم. آشکار؟ آخه واقعا وقتی که مثلا یه 10 سال تو با یکی دوستی دیگه هر اخلاق بدی یارو داره رو بهش میگی. آره، و اینجوری آره. که مثلا سالینا من دوستتم اینا رو تحمل میکنم، ولی این اخلاق تو این کار تو هر بده. کسی تحمل نمیکنه. نه این کار تو بده. مثلا واقعا شاید عباس آقای سر کوچه مثلا کامل میفهمم که چرا سر همچین موضوعیت و ناراحت شده. آره. واسه هم میگی دیگه پنهان نیست. تو بگو اول من بگم. مثلا تو خیلی یه سری جاها هارشیه ها برخورد میکنی و ولی به نظر من میگم واقعا خیلی رو خودت کار کردی و خیلی فرق کردی. همه رو میخوای بگی؟ نه اصلا نمیخوای قراقونت با خوریه زن هشت میراجع به تو باشن. میگم راجع به خودم و چه قراقونت رو خورم، ولی من میخورم. بگو اگه خیلی بده بیپ میکنیم. نه نمیخوام تو ویدیو بگم، بعدم به خودت میگم. خیلی دوست خوبی همه واقعا. بیشتر بخور. خفه میشم به خدا. میمیرم ها. گلوم هم درد میکنه. نشون بده چقدر میمونه. داری یه گاز میخوره. مشخصه. ولی اینو خوردی بعد به من بگو کاتش کن. ببین. اصلا یکی دلیلی که دارم اینو میخورم به خاطر اینه که یه چیزی تو راجبه همین موضوعی که آزارم میده.
آب برات بیارم. میزونی؟ خوب تونده چجوری اینو تو غذا میخوریم؟ شگرمه آشپزی من عجیب ترین و ویرد ترین کاری که دوتایی با هم کردیم چی بوده؟ یه چیزی که بعدا مثلا خودمون گفتیم این چه کاره داری بوده انجام داره؟ من که میدونم ولی شب با خورم کدوم؟ چی کار؟ در اسکان نمیتونم بگم. بگو نمیتونم بگو بگو تا به من گفتی چه اخلاق بدی بود؟ نه میگم تا اینو بگو. اینا نمیتونیم بگیم فکر میکنم. نه میتونیم بگیم چیز خیلی بد نیست آخه. نه با دیتیل نمیتونیم بگیم. مسخره میتونیم بگیم. اتفاق افتاد میدونی قصد که نکردیم. نه تو چی رو داریم میگونی که من استوری گذاشتم میگی من اونو نمیگم من تو که چیل فهمیدم کدوم رو میگی خیلی داری کم میخوری. ببخشی اینقدر قره برود کمه به نظر من کمه. خدا ای خدا این کولای یوتیوب اگه به ما ندیم این دیگه واقعا میزانه آها نمیشه بابا. آره گرفت میزونی؟ خوشمزه است نه؟ من که خیلی دوست دارم همینطوری عادی میخورم ادا در نه بابا چیزای ترش خوشمزه است. ولی من یه چیز ویرد یادمه که میتونم تعریف کنم. تعریف کردنیه. بگو حتما. وای اینقدر خیلی بده بده اون کاری که ما خوردیم. تو چشش عشق کرم شد. یه کار ویرد بامزهی که یه بار کردیم این بود که رفته بودیم ترکیه. بعد من حواس کرده بودم لباس عروس بپوشم. گفتم بابا من یه بار تو زندگی میخوام لباس عروس بپوشم. بذار بقیهش من میگم. عکسشو اینجا میذارم که شما بذار بقیهش من میگم. گفتش که من میخوام که یه دفعه برم یه جایی لباس عروس بپوشم و اینا. من ببین دوست پای گفتم برو بریم میریم فقط دیگه باید واقعی باشه. به این فکر کن چه تاریخی داری عروسی میکنیم که مثلا دوماد کجاییه نمیدونم اینا و اینا. داشتی میرسیم گفتم خب تو یه حلقه نداریم یا بریم از این فیک فروشی ها یه حلقه بگیریم که حلقه هم نسته بنزی ساینا که مثلا هفته بود واقعا فکر میکرد که دیگه داره شوهرش میکنم که آخه اگه یه حلقه بگیرم پشت حلقه نداره که بذار یه پشت حلقه هم بگیرم و رفتیم و بگیم تو نیشانتاشی اینطوری شیطور دوتا هم ناناسی کرده بودیم بریم که مثلا خانم بپوشه و رفتیم تو و گفتش من اینطوری دارم من اینطوری میخوام اینو یارو اینطوری بود که خب حالا چیا تو پینترستت سیف کردی که ببینم و اینا. آقا ما تا گفتیم گفت مثلا where are you from مام یک کلمه گفتیم اینا گفت wait a moment سکینه سکینه my colleague is from ایران. خانم اومد و مثلا وای سلام چطوری. حالا فکر ما این همه سناریویی که دروغ چیده بودیم و باید با دیتیل تعریف میکردیم چه منم هم دهنم تنده تنده یعنی دارم میدونه کل سناریویی که چیده بودیم. گفتیم انگلیسی دیاره یه سوتی هم دادیم فارسی جمعش میکنیم با هم دیگه مثلا مچ میشیم با هم همه میکنیم چیه اصلا خانم ایرانی. من که فیک شوهر کردم عملا خانواده شوهرم اونجا بود تعریف کردم براشون گفتم چه شکلی هن کجا قراره عروسی بگیریم چرا اصلا داریم کار بازیگری فیک جواب دادم این بیرد نبود ولی مثلا شاید برای همه تعریف نمی کردیم الان دارم جلوی 1400 نفر تعریف میکنم. واو 1400 نفر باشه. اوکی آخه این نازه خیلی نازه نشه که اگر یکی از هبیتا کارهایی که مثلا بلدین و یکی از کارهایی که بلدین میتونستیم با هم دیگه جا به جا کنین دوستشی مثلا چی از من جا به جا کنین یا چی از چی سر آره. یعنی چه کاری که من میکنم دوست دارم تو بکنی چه کاری تو میکنی من میکنم نه چه کاری که مثلا من بلدم دوست داری تو هم بلد باشی یا چه کاری که مثلا تو بلدی من دوست دارم. من میدونم من دوست دارم چیزای تاریخی که تو ذهنت حفظ کردی و من میتونستم داشته باشم چون من خیلی حافظه حفظ کردنیم. بعد دوستشم مثلا میگفتن مثلا این بیت هست کیس مثلا گفتم مولوی قرن پنج مثلا بیم ما
من من اسکی و تنیس دوست داشتم یاد بگیرم. من اسکیم افتضاح ولی خب بیشتر از من اسکی کردی. افتضاح یعنی کلن فکر کنم تو زندگیم 4-5 بار رفتم، انقدر بدیده. یک بارش که دیگه این آلپاینا رو در آوردم گفتم اینا رو بگیرین پایین، من خودم پیاده میام. واقعا میگی؟ افتضاحه. چرا من میگم تنیسم هم خوب نیست. تنیسم بچه بودم بازی میکردم، یعنی حالا تنیسم اونقدر بد نیست. حالا تنیس رو باز میتونم ازت بپذیرم، ولی تنیسی که من بلدم تو با 10 جلسه کلاس ایزی میتونی یاد بگیری. خب من فقط 3 سمینار دارم، فقط وسیله هاشو دارم و استفاده یه ازش میکنم. دوستم بسیار آدم کمفروشیه. کمفروش؟ یعنی کمفروش میگن دیگه، مثلا خودشو خیلی بالا نمیبینه، مغرور کم فروشی. اسکی که جزء اولین آلپاین بارهای خب بچه من تو ذهنم این دوتا اومد. اولین چیز چی ازت یاد بگیرم؟ آشپزی؟ نه نه آشپزی نه، نمیخوام. قدرت مغزی و منطقی بودن. کامیونیکیشن with boys. واقعا جدی میگم، اگه مشاوره خواستین به این شماره پیام بدیم. مشاوره عاطفی سریارو همه رو جدی واقعا اینو ازت یاد میگرفتم چون من ریدم تو این روز. این بیمزه است واقعا، نداریم. شاید اگر هم باشه دیگه انقدر دارکه که اصلا جلو دوربین نمیتونیم بگیم. تا حالا راضی هست که به هم دیگه نگفته باشیم؟ نه واقعا نیست، واقعا نیست. و اگر باشه انقدر دارک اصلا نمیشه تو دوربین گفت. اگه دیگه انقدر دارک بوده که به تو نگفتم مثلا من جلو من یه چیزی این چند وقت که سرمه اومد اینجا بهش میگم، میگم من فقط رنگ دل و رودت رو نمیدونم، اونم به خاطر اینکه نمیتونم توی شکم ببینم، وگرنه تقریبا همه چی رو اصلا میدونیم. اگر با داری آره یه دونه داری نه با به نظرم یه دونه تو ذهنه داری رود نمیشه تو دونه. نه به خدا، به خدا نمیان. آخه خیلی ما راجع به همین چی با هم به نظرم حرف میزنیم. این 100% نه. میگه کدومتون توی شرایط سخت میتونه فیسش و صورتش رو مثلا کژوال و عادی نگه داره؟ منم اینطوری هم سرمه خفه شد. تو تمام ختم قهقهه میزنی. آره ولی شرط سخت یعنی اصلا خودت شرط سختی داری یا چی؟ اگه خودم شرط سختی داشت باشم خیلی میتونم ایزی مثلا یه فیس سافیستیکیتد اینطوری باشم که اصلا و اینا. ختم اصلا نمیتونم خودم نگردارم. ببخشید با تو سوپر بودیم خانم ایرانی بود کی گذاشت؟ من وایستدم با یارو حرف زدم. انقدر که سرمه توی ختم ها میخنده. آره من تو حالت عادی نه ولی من چیز موقعی که در شرایط عصبی قرار میگیرم در یه سری شرایط عصبی ها مثلا یکی میخوره زمین، مثلا یکی ختمه، اینا اصلا خنده مثلا ببین به این فکر میکنم که نباید بخندم خندم میگیره و خنده غیر قابل کنترل. یه بار سرمه توی یکی از ختما انقدر خندید که ازش از چشش اشک میومد و صاحب ازا فکر میکرد داره گریه میکنه، ولی خب من جان دلداری داد. ولی یه بارم انقدر توی ختمی گریه کردم، انقدر گریه کردم که فکر کردن که من دختر مرحوم از مثلا یک همسر دیگه ایشم. هی میمن گفتم خیلی تسلیت میگم بهتون، امیدوارم خیلی ناراحتم برای شما، مثلا اینطوری هم هستم. آره ولی خب 90% مواقع میخندم. آخه خب وقتی تو با دوستان میری مثلا قیافه یکی دیگر رو اون سر سالو میبینی خب معلوم میخندی، خب کی نمیخنده؟ ولی جفتمون انصافا بازیگرای خوبی هستیم، یعنی تو شرایطی شده که من ولی واقعا بازیگر خوبی نیستم در یه سری جاها، ولی اوکی. ولی ببین مثلا یه سری جا میتونی بمیریم از خنده و ما اینطوریم. واقعا جدی دارم خندیدنو میخندم ولی میتونم غم داشته باشم بخندم. نظرت من میتونم راحت تر توی جزیره دووم بیارم یا تو؟ فکر کنم تو شاید، یا نمیدونم. من به نظرم دوتایی با هم ما جهان رو فتح میکنیم. خدا وکیلی این 2 هفته که الان دوتایی داریم زندگی میکنیم با هم میدشستن که فشورده، یعنی همه فشورده، یعنی واقعا یک نفر این 2 هفته رو نمیتونستم تحمل کنیم. واقعا بعد جفتمون یعنی نصف کارو این میگرفت نصف کارمون تا این 2 هفته مثلا. آره واقعا من ازم مثلا توی جزیره شاید مثلا من بتونم یه دونه کلنگ بردارم مثلا درختارو قطع کنم، ولی در نهایت بخوام غذا درست کنم بعد سکون
ببین من یه سری چیزا خیلی مثلا آره بعد تو خودت هم مشکی هستی مثلا اینطوری نیستی که آره ولی که یه سری چیزا تو هی به من میگی سوسو من اینطوری هم مثلا تو ذهنم رفته که من سوسوم نه من خیلی گفتی بیه زمین بابا بزنیم نه مثلا اگه دایناسور رو حمله کنن خب من راحت‌تر میتونم باهاشون بجنگم داشی برو کنار ولی مثلا جفتمون خیلی ولی مثلا من تبر میزنم مثلا آره سوس میکشن حیوان میکشن ولی مار بیاد دیگه مردم مارو نیاریم سمتم ولی شیر و شب بتونم میکشم اوکی اینم آخری سواله ولی فکر کنم یه جوری جواب دادیم چه کاریه که ما دوتایی با هم انجام دادیم و اگر برای یکی تعریف کنیم باورش نمیشه که این دو نفر ما بودیم. این آخرین سواله. همون خاطره‌ای که نگفتم فکر میکنم. کدومو نگفتی؟ اصلا حتی خاطرم نیست چیو نگفتی. فقط اون؟ نه من دارم بازم. چی خب بگو. فکر کنم. بگو خب. آخه کارهای عجیب ما زیاد کردیم مثلا هره ولی فکر من قابل گفتن مثلا ببخشید این اونگه کار عجیبی نیست یه سوال جا انداختم بفهمن. خیلی سوال سمیه نمیدونم چرا این سوالات دستم در رفته نشه رفیقی که لقب خراب و پیش عشقت زده رو باید چیکار کرد من اصلا نمیفهمم سوال دقیق یعنی چی شاید منظورش اینه که مثلا رفیقی که تو رو پیش عشقت خراب صدا کرد یعنی مثلا من به چخصی مثلا من به چخصی تو بگم ساینا خرابه آفرین بخشون رفیق نیستی یعنی چی بگه میشه بیچاره فکر کنم خیلی دلش بود عزیزم لطفا آدمو بذار کنار من اصلا دوست تو نیستم میره جلوی پسری یا دختری که مثلا داستان تو میگه این خرابه من بازم دیگه کافیه فینیتو فینیتو مطمئنم که خیلی این ویدیو قراره عالی باشه اگه این ویدیو رو دوستش میگه thumbs up بدین بله ساینا رو حتما سابسکرایب کنید ویدیوهای بسیار خوبی در راهه اگه خوشتون اومد از این ویدیو مدلای ویدیوی دیگه هم هست که دوست داریم با هم بگیریم و اینا بهمون حتما بگین ایده بهمون بدین اصلا به نظرتون اگه کوشنای باحال هست مسابقه های بامزه هست ما این چند وقت ممکنه پایه 100% براتون میذاریم همین دیگه بوس بهتون و شما رو توی ویدیو دیگه میبینم خدافظ.